نه کامنتاتون رو میبینم. تصویر صدا همه چی اوکیه؟ به به. خسته نباشید، خدا بابت. ببخشید بابت تأخیر ببخشید. منتظر بودیم همه بیان. الان همه صدا رو واضح دارن؟ یا قطع و وصله؟ واضحه؟ خب اونایی که قطع و وصله که چیزه دیگه؟ فکر کنم مشکل از نت خودشونه. آره. میگم میپیچه. میپیچه بچه ها صدای من؟ اون که به خاطر... ای باید خود برام اون به قدر فضای اینجاست. بریم بریم. اوکیه بریم. بچه ما امروز یه قسمتی از حتی میخوام با هم دیگه بخونیم حد سفر سفر که تو مدرسه دیدید. ببینید حد فصل گسترده ایه، حد نمودار داره، حد براکتی داره، حد قدر مطلقی داره، حد دو ضابطه ایار داره و مهمتر از همه که اکثر شما توش مشکل دارید حدهای سفر سفرومه، یعنی صورت و مخرج هر دو صفر های حدی یا نسبی هم استداها تو مدرسه به اینو میگفتید مبهم. درسته؟ همه تا اینجا رسیدم تو مدرسه شون؟ آره. فکر کنم مشکل همه تون هم اینجا باشه. آره اگه نرسیدی هم گوش کن دیگه، من از صفر میخوام درس بدم. یه ورق میزنم اول جزوه رو، نمیدونم اون موقع دیدید یا نه، از اول حد یه مروری کرد، یه ورق میزنم جزوه رو کامل ببینید. ولی چیزی که امروز میخوام بیشتر در رابطه باهاش صحبت کنم رفع ابهام حد های صفر صفر و بعد شما دیگه یکم حد براکتی رو اگه فرصت داشتیم صحبت میکنیم با هم دیگه. ببینید بچه ها، من قبل اینکه وارد جزء بشم چند تا مثال برای شما مینویسم، خوب گوش کنید. از صفر صفر شروع میکنم، بعد میرم بالا روش مدرسه و تشریحش رو میگم، بعد اگه حوصله داشتید برام میسید روش کنکورش هم بهتون میگم. ببینید فرض کنید که از شما این حد رو میپرسه، مثلا x دو منهای یک به روی x دو به علاوه 3x منهای 4، بعد میگم که x داره به سمت عدد 1 میل میکنه، یعنی x داره به سمت 1 میره. شما اولین کاری که تو محاسبه حد و انجام میدید میاد این 1 رو جاگذاری میکنه تو صورت و مخرج. خب من اگه 1 رو تو صورت بذارم میشه 0، اگه 1 رو بیام تو مخرج بذارم میشه 1 به علاوه 3 منهای 4، این هم که میشه 0. به این حالت بچه ها اصطلاحاً میگیم مبهم. مبهمه. اگه ما یه کاری کنیم که حاصل این حد رو به یه عدد برسونیم، یعنی از این وضعیت خارجش کنیم، به این کار ما میگن رفع ابهام. باید رفع ابهام شود، یعنی حل کردن حد رو بهش میگن رفع ابهام. اگه جایی ها بشنید اسمش رو نیا کنید، به نظر شما چه چیزی باعث شده که این x مساوی 1 هم صورت اومده صرف کرده هم مخرج اومده صرف کرده؟ چه چیزی توی صورت و مخرج بوده که وقتی x به سمت 1 میل کرده زده صفرش در بیرون؟ ببینید بچه ها، شما اگه این عدد رو به سمت چپ بیارید، اینی که پیدا میشه رو بهش میگیم عامل صفر شونده. حالا بعضی از معلمان بهش میگن عامل ابهام. این چیزیه که داره مزاحمت ایجاد میکنه. زمانی که من x رو به سمت 1 میل میدم تو صورت یه همچین چیزی بوده که صفر شده. شما اگه به 1 بدی میشه 1 منهای 1 میشه 0. حتما اگه مخرجم تجزیه کنم تو تجزیه مخرجم یه همچین چیزی بوده. یعنی وقتی x به سمت 1 میل میکنه و عبارت شما داره 0 0 رو میشه، یعنی تو تجزیه صورت حتما چنین چیزی دیده میشه. شما باید تجزیهش کنید، حتما تو تجزیه مخرج هم چنین چیزی دیده میشه. خب ما باید یه کاری کنیم که این عامل ابهامو، یعنی x منهای 1 رو توی صورت و مخرج اول ظاهرش کنیم، بعدا حذفش کنیم. به این کار میگن رفع ابهام. خیلی ساده، عامل صفر شونده، عامل صفر کننده، عامل ابهام، فرق نداره، عامل مزاحم. باید یه کاری کنید ظاهر بشه. حالا گاهی اوقات خیلی ساده به کمک مثلا اتحاد مزدوج ظاهر میشه توی صورت x منهای 1 در x به علاوه 1. گاهی اوقات هم خب اتحاد مزدوج نیست، مجبوری از اتحاد جمله مشترک استفاده کنید. توی مخرج اگه تجزیه‌اش کنید بچه‌ها میشه x منهای 1 دو تا عدد که ضربش منفی 4 جمعش مثبت 3 در x به علاوه 4. ببینید به محض اینکه این عامل ابهام رو تو صورت و مخرج ظاهر کردید، خیلی راحت حذفش میکنید. اون چیزی که از صورت باقی مونده میشه x به علاوه 1، اون چیزی که از مخرج باقی مونده میشه x به علاوه 4. و
حالا من این سه سمت یک میل میدم، خیلی واضحه که صورت میشه یک به علاوه یک، مخرج میشه یک به علاوه چهار، میشه دو پنجم. دو پنجم درسته؟ اگه متوجه شدی یه نقطه بزنید بچه‌ها، چون کامنتاتون خیلی زیاد شد. ببینید پس گاهی اوقات این رفع ابهامه به کمک اتحاد جمله مشترک انجام میشه، گاهی اوقات به کمک مزدوج کردن انجام میشه. حالا بستگی به سوالش داره، من میخوام حالتهای مختلف رو امروز با شما کامل ببینم. این تخته ها سیو میشه بهتون داده میشه، هم فیلم کلاس هم تخته ها، بنابراین میتونید ننویسید دیگه، چون اونجوری خیلی زمان رو میگیره. نکنه یه مثال دیگه ببینیم با هم دیگه. میگه ایکس به سمت یک میل میکنه، اول در حد کتاب و تمرینه کتاب یه سطح میبرم بالاتر، بعد روش های کوتاهش رو بهتون معرفی میکنم. ایکس به توان سه به علاوه ایکس دو منهای ایکس منهای یک، پایین هم باشه ایکس به توان دو مثبت شیش ایکس منهای هفت، ایکس هم به سمت یک میل کنه. حالا دقت کنید، من زمانی که x رو به سمت 1 میفرستم هم میگه رادیکالیا رو هم میگه، آره رادیکالیا رو همه رو میگم، همه رو امروز میگم، فقط حواست به تخته ها باشه. ببینید بچه‌ها، من وقتی x رو به سمت 1 میفرستم بالا میشه 1 به علاوه 1 منهای 1 منهای 1 میشه 0، پایین هم اگه 1 رو بذاریم میشه 1 به علاوه 6 منهای 7، هر دو 0. چرا حتما میگم اول جا گذاری کن؟ چون شما ممکنه مثلا x رو به سمت 1 بفرستی بالا بشه 2 پایین بشه 7، بعد اگه مشکلی داره تو این حالت، یا مثلا بالا بشه 0 پایین بشه 4، اساسا اگه 0 رو تقسیم بر 4 کنیم چند میشه جوابش؟ 0 تقسیم بر 4 میشه 0. این که دیگه مشکلی نداره، این که دیگه مبهم نیست. قبل از هر چیزی اینو جا گذاری کنید، مطمئن بشید که مشکل داره یا نداره، شاید مشکل نداشت. خب من یک بار الان فرستادم بالا شد 0 پایین هم شد 0، مشکل داره. کی داره مشکل ایجاد میکنه خانم ها؟ کی داره برای ما مشکل ایجاد میکنه؟ این نگاه کنید، برای بیاد چند x منهای 1 اینو باید یه جوری از صورت و مخرج اول ظاهرش کنیم بعدا حذفش کنیم بره، اول باید ظاهر کنیم بعدا باید حذفش کنیم. خب چطوری این کار انجام میدیم؟ خود دقیقه کنیم. همیشه هم که مثلا اتحاد مزدرج و جمله مشترک کنید بهتون نمیده، گاهی اوقات یه ذره اذیتتون هم میکنن. پایین خیلی راحت میتونید تجزیهش کنید، x به علاوه 7 در x منهای 1، میبینید که این عامل صفر کننده یا عامل صفر شونده ظاهر شد توی مخرج به کمک اتحاد جمله مشترک، اومدیم اینو ظاهر کردیم. ولی تو صورت یه درجه سه دیگه، درجه سه رو به این راحتی نمیشه تجزیه کرد. خوب دقت کنیم، با دسته بندی این کار انجام میدم. بچه بین دوتای اول از چی میشه فاکتور رو گرفت؟ بیاید تو کامنت ها. آفرین، بین دوتای اول از ایکس به توان دو یه فاکتور رو بگیرید، میشه ایکس به علاوه یک. بین دوتای دوم از چی میشه فاکتور گرفت؟ بین دوتای دوم بگید، دارم میخونم کامنتتون رو، از یه دونه منفی. بچه ها از یه دونه علامت منفی فاکتور بگیری، چه ایرادی داره؟ وقتی یه منفی ازش فاکتور میگیری چی ظاهر میشه؟ x به علاوه 1. پس اینجوری شد x2 در x به علاوه 1 منهای x به علاوه 1. خب حالا من بگید ببینم، قبول دارید که بین اینها میتونیم مجددن از یه دونه x به علاوه 1 فاکتور بگیریم؟ یعنی خیلی راحت سوال حد و با فصل سوم دهمتون میتونه ترکیب کنه. ببین خب شما که اونجا تجزیه رو یاد گرفتی، پس میتونم اینجا ازتون بپرسم چه چیزی رو نگاه کنید، توی صورت یه دونه x به علاوه 1 میرم فاکتور میگیرم، یه دونه x به علاوه 1 از اول یه دونه x به توان 2 میمونه فاکتور گرفتن، یه تقسیم کردن اینو به این تقسیم کن، x به علاوه 1 ساده میشه میره یه دونه x2 میمونه، از دومی یه دونه 1 میمونه، پایین هم میشه x به علاوه 7 در x منهای 1. خب حالا صورت رو باز کنیم اینو، میشه x به علاوه 1. بچه من اینو به کمک چه اتحادی میتونم بازش کنم؟ مزدوج. آفرین، x به علاوه 1 در x منهای 1، پایین چطور؟ x به علاوه 7 در x منهای 1.
عامل ابهام تو دیدی ایناش اینو x سمت های رو دیدی ظاهر شد حالا حذفش کن x به سمت یک داره میل میکنه حالا تو اون چیزی که باقی مونده x مساوی یک رو جاگذاری کنید خب یک رو بذار بالا میشه یک به علاوه یک دوباره تو اون یکی هم جاگذاری کن اونم میشه یک به علاوه یک تو پایین هم جاگذاری کن میشه یک به علاوه هفت خب میشه دو دوتا تقسیم بر هشت چهار هشتم و جواب آخرش یک دومه پس چیکار کردم تو صورت یه بار یه مروری کنیم این اتفاقاتش رو با هم دیگه ببینیم نگاه کن x به علاوه x دو منهای x منهای یک اومدیم اول بین دوتای اول فاکتور گرفتیم الان دارم میگم دوباره بین دوتای اول از x دو فاکتور رو گرفتیم شد x به علاوه یک بین دوتای دوم از منفی فاکتور گرفتیم دوباره شد x به علاوه یک به این کار میگن فاکتورگیری مضاعف یعنی دو مرتبه فاکتورگیری کنید حالا بین این دو تا چی میشه فاکتور گرفت بین این دو تا بچا دقیق خیلی گوش کنید همه موضوعاتش یه دو مرور میشه یه دونه دیگه از این میخوام حل کنم یه دونه x به علاوه یک فاکتور بگیریم عامل تکراری دیگه یه چیزی که داره دوبار تکرار میشه خب یه بارش رو ازش بگیر خب از اولی x2 میمونه از دومی منفی 1 میتونی بازم خوشگل‌تر بنویسیش این x2 منهای 1 رو بنویس x به علاوه 1 در x منهای 1 خب این ضرب در این میشه x به علاوه 1 به توان 2 در x منهای 1 یعنی عملا سوال حد نبودش من فقط میخواستم ببینم مثلا مزدوج کردن بلدی فاکتورگیری بلدی فاکتورگیری مضاعف هنوز تو ذهنت هست میتونه خیلی راحت چنین چیزی رو ازت بپرسه x منهای 1 رو زدیم x رو به سمت 1 میل دادیم یک و یک میشه دو یک و یک میشه دو 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 تا چهار تا پایین هم یک و هفت میشه هشت چهار هشتون میشه یک دوم میشه یک دوم ببینید یه سوال ببینم میتونید تر کنید نکنه سوال سی و چهار البته ببینید بچه من بچه الان بعضی از اسمها رو دیدم تو مدرسه هم دانش آموز هم هستن میدونن که من امروز قراره درس چهار جلسه رو تو یه ساعت بهتون بگم پس شما میتونید فیلم رو بهتون میدن شما فیلم رو دوباره بزنید از اول چون من الان نمیتونم زیاد دیگه روی سوال وایسم و آروم توضیح بدم که بنویسید و اینا شما ننویسید فقط تفکر رو نگاه کنید خب فیلم رو بگیرید دوباره فیلم رو بزنید عقب اگه بخواد بنویسیدش تخته سل شده رو بهتون میدم چون میدونید تو مدرسه درس مثلا 3 4 جلسه است من میخوام تلاشمو بکنم که یه موضوع کامل بهتون بگم امروز ببینید بچه‌ها ما اگه x رو به سمت 2 بفرستیم بالا میشه 4 منهای 10 به علاوه 6 پایین میشه 4 منهای 4 یعنی 0 0 روم 0 تقسیم بر 0 ببینید عامل ابهام یا عامل مزاحممون اینجا کیه بچه‌ها عامل مزاحممون الان اینجا کیه تو ذهنت هست x منهای 2 ببین تو الان آفرین کجا میفرستید فیلم رو آموزشگاه براتون میفرسته یه لینک آپارات بهتون میده اون جزوه پرشده رو تو کانال اندیشه خیرن فعلا حواستون به تخته باشه عامل ابهام بچه ها میشه x منهای 2 آیا ما میتونیم الان x منهای 2 رو ظاهر کنیم تو صورت بله معلومه که میتونیم اصلا اگه ایشون توی تجزیهش x منهای 2 رو نداشته باشه چه شکلی ممکنه 2 بیا صفرش کنه وقتی تو 2 رو داری تو صورت و صورت شده 0 یعنی توی تجزیه یه صورت حتما عامل x منهای 2 ظاهر می شده اگه نشه یعنی یه اشتباه می جلو الان میشه x منهای 2 دو تا عدد که بچه ها ضربشون 6 جمعشون منفی 5 میشه x منهای 2 توی x منهای 3 پایین میشه x منهای 2 توی x به علاوه 2 بیا این عامل اتم خدافظ خیلی راحت این عامل ابهام رو من حذف کردم رفت حالا دو رو جاگذاری کن تو اون چیزی که باقی مونده تو چی باقی مونده؟ دو منهای 3 دو به علاوه 2 که می شود منفی 1 چهارم من از قصد دارم روش کتاب درسی رو بهتون میگم و که برید امتحانه ترم فعلا خوب بدید یه 20 دقیقه دیگه اینطورا روش کوتاهش رو بهتون میگم یعنی روش هوبیتال بهش میگم بچه‌ها میدونن فعلا روش مدرسه رو دقیق گوش کن یاد بگیری پایینیه رو ببینید خانوما من اگه x رو به سمت منفی 4 میل بدم منفی 4 بالا میشه 16 منهای 12 منهای 4 یعنی 0 پا...
پایین اینه منفی 4 به توانسته یعنی منفی 64 بله 4 ضرب در منفی 4 به توان 2 یعنی 4 تا 16 تا میشه مثبت 64 منفی 4 صفر شد یعنی بالا الان صفره پایین هم صفره چیکار کنیم همیشه که بچه ها مثل تمرینه کتاب که نمیدن این بالایی تمرین کتابه همیشه که اینجوری سوال بهتون نمیدن شاید خواست سخت بگیره یکم الان عامل ابهاممون رو بهم بگید کیه ببین وقتی تو میدونی عامل ابهام کیه یعنی میدونی دنبال کی باید بگردی یعنی تو تجزیه میدونی که باید دنبال کی بگردی x به علاوه کی 4 x به علاوه 4 این از این به تو صورت رو میتونیم ظاهرش کنیم صورت یه اتحاد جمله مشترکه دو تا عدد که ضربش ضربش که منفیه یعنی یکی مثبت یکی منفیه پس میشه x به علاوه 4 در x به علاوه 1 صورت چالشی برای ما نداره مخرجی که میخوایم از فاکتورگیری مضاعف بریم حلش کنیم بیان بگید ببینم با توجه به تجربه‌ای که توی سوال قبلی داشتید بین دو تای اول خانم ها بین دو تای اول از چی فاکتور میگیرید بین دو تای اول ایول از x به توان 2 اولی میشه x دومی میشه چند تقسیم کن این تقسیم برای x2 میشه x این تقسیم برای x2 میشه چند 4 اصلا فاکتور گرفتن یعنی تقسیم کردن بعد دو تای دوم هم که دمش کردم اصلا نخواستن اذیتت کنن منفی و اینا نداره اومده خود x به علاوه 4 رو مجددا مستقیم بهت داره باز مثلا سوال قبلیه یکم سخت‌تر بود مجبور بودیم یه منفی هم فاکتور بدیم حالا بچه بین اینا از چی میشه فاکتور گرفت بین اینا از این از این توی مخرج از یه دونه x به علاوه 4 فاکتور میگیرم بیا x به علاوه 4 اگه فاکتور از x به علاوه 4 بگیریم بچه اولی تقسیم بعد x به علاوه 4 میشه میشه x به توان 2 دومی خودش تقسیم بر خودش یعنی x به علاوه 4 تقسیم بر x به علاوه 4 که میشه عدد 1 این هم این خب بالا هم که هست x به علاوه 4 در x منهای 1 خب بچه وقتی x به سمت منفی 4 میل میکنه عامل ابهاممون رو دیدیم دیگه منفی 4 به اون طرف عامل ابهام به سادگی ظاهر شد همون x به علاوه 4 حالا ظاهرش کردی حذف کن بزن بره بیا خدافظ از اون چیزی که باقی مونده حد بگیر از اون چیزی که باقی مونده حد بگیر خب من منفی 4 رو میذارم بالا توی این با یه رنگ دیگه برم با قرمز قطعی نشه منفی 4 میذارم اینجا میشه منفی 5 منفی 4 رو میذارم اینجا به توان 2 میرسه میشه 16 با یک جمع میشه 17 اینا روش های مدرسه است یه کامنت که بچه خودشون نوشته معلممون بیان بالاتر یه چیز در خصوص هوپیتال اینا گفت گفته معلممون اجازه استفاده از هوپیتال رو نمیده راست میگه دیگه چون هوپیتال برای سال 12 همه ولی بعضی دوست دارن هر دو سپ سپ رو با سرعت بیشتری به جواب برسونن از این جهت میرن قاعده هوپیتال رو یاد میگیرن امروز یادتون میرم اینو ولی الان تو دستور کار ما فعلا من میخوام کتاب درسی رو شما بفهمید اول چون خیلی اصلا تو فهمیدن کتاب درسی مشکل دارن ببینید بچه ها ممکنه توی حد صفر صفر روم شما یه دونه براکت هم ظاهر شه یعنی این تایپ شده من از اون جداگونه میخوام بیارمش توی تخته با هم ببینیم x2 براکت x منهای 8 به روی x2 منهای 2 x نگاه کنید x2 حتما دیدید دیگه تو مدرسه براکت x منهای 8 به روی x به توان 2 منهای 2 x x هم به سمت 2 بیشتر میل میکنه اول خیلی دقت کن اگه این عدده یعنی الان اینجا 2 اینو بفرستم این تو رو صحیح بکنه یعنی یه عدد صحیح یعنی چی منفی 1 منفی 2 0 1 2 3 اینا عدد روند اگه من اینو بفرستم این تو و یه عدد صحیح بشه باید حد چپ و راست رو به صورت جداگونه بررسی کنم یعنی حتما یه بار x رو به سمت 2 بیشتر بفرستیم حتما یه بار x رو به سمت 2 کمتر بفرستیم خب هر موقع که درون براکت شما یک عدد صحیح شد
شما بعد حد چپ و راست رو جدا بررسی کنید، مگر اینکه خود طراح بخواد فقط حد یه طرف رو از شما بپرسه. پس این اولین نکته است. اگه ایکس رو به سمت هر عددی که فرستاد عدد رو انداختی توی براکت، براکت یعنی جزء صحیح، دیدی که این تو رو کرد صحیح، یعنی 1, 2, 3, 4, 5 اینا، حتما وظیفتونه که حد چپ و راست رو جداگونه بررسی کنید، مگر اینکه خود طراح فقط حد راست رو بپرسه یا فقط حد چپ رو بپرسه. این یه نکته. نکته دوم، ببینید به محض اینکه توی یه حدی براکت دیدید، اون قسمت براکت دار رو تعیین مقدار کنید. یعنی چی تعیین مقدار کنم؟ یعنی که اگه مثلا گفته ایکس به سمت 2 بیشتر میل بده، برو 2 بیشتر توی این براکت جاگذاری کن، فقط توی اون قسمتی که براکت داره، به بقیه اصلا نباید دست بزنید، اصلا کاری با هیچ قسمت حد نداشته باش، 2 بیشتر فقط برو بنداز توی براکت ایکس 2 ضرب در براکت 2 بیشتر منهای 8 به روی ایکس به توان 2 منهای 2 ایکس. دقت کردید چیکار کردیم؟ فقط به قسمت جزء صحیح گیر دادیم، اصلا به بقیه دست نزدیم، این دو بیشتر رفتیم انداختیم این تو. خب بچه ها جزء صحیح دو بیشتر چند میشه؟ بنویسید اینجا برام. نگاه کنید این کار جزء صحیح این بود، این دوه، دو بیشتر که خیلی هاتون اینو اشتباهی میخونید، دو مثبت یعنی یه ذره سمت راست، این نماد نماد مثبت بودن نیست، این یعنی سمت راست، اون منفیه که میزنن یعنی سمت چپ، اینو برمیگردونه رو عدد صحیح قبلیش میشونه، یعنی نمی کنه دو، در نتیجه می شود 2x2 منهای 8 به روی x به توان 2 منهای 2x. بچه شما اگر این x رو به سمت 2 بفرستید، هم بالا میشه 0 هم پایین، بالا میشه 2 4 منهای 8، پایین میشه 4 منهای 4، بعد مطمئن باشه 0 0 میشه، شاید اصلا مشکلی نداشته باشه، شاید اصلا هیچ مشکلی نداشته باشه. میدونی بعضی یه تاست بهشون حد میدن، سری دنبال دردسر میخوام بگردن، میخوام ببینن کی داره مزاحمت ایجاد میکنه، دنبال عامل ابهام یا عامل صفر شونده میگردن. اول بعد مطمئن باشی که صفر صفر رومه، بعدا میری دنبال داستان بگردی دیگه. این الان صفر صفر رومه. خب عامل ابهاممون کیه؟ این دو رو بیار سمت چپ، اصلا مهم نیست که این دو بیشتر یا دو کمتره، بیار سمت چپ خود دو رو. از الان ما میدونیم که قراره که در واقع دنبال این بگردیم، اینو ظاهر کنیم که حذفش کنیم، اول باید ظاهرش کنیم بعد حذفش کنیم دیگه. خب خانم ما توی صورت از چه فاکتور میگیرید؟ توی صورت اول از همه از چه فاکتور میگیرید؟ بگید یه دو، یه دو میشه 2x2 منهای 4. خب همینجا من صورت رو بازش کنم، همینجا بازش کنم، خود ایکس دو منهای 4 چه اتحادیه؟ اگه بازشه آفرین، اتحاد مزدوجه، میشه ایکس منهای 2 در ایکس علاوه 2، یعنی این عامل ابهاممون ظاهر شد، ظاهرش کردیم تو صورت. بریم تو مخرج. خب تو مخرج بعد از چی فاکتور بگیرم تا ایکس منهای 2 ظاهر شه تو مخرجمون؟ از گرون ایکس، مرسی، ایکس در ایکس منهای 2. حالا که عامل ابهامتو ظاهر کردی بزن بره، تموم شد. یعنی مشکل ما به محض اینکه عامل ابهامو ساده میکنیم و میره دیگه، مشکلمون برطرف میشه. بریم ببینیم صورت یه دونه دومون خانم، یه دونه ایکس به علاوه 2، اگه من ایکس رو به سمت 2 میل بدم میشه 2 به علاوه 2، الان اجازه داری جاگذاری کنی، از پایین هم یه ایکس مون یعنی 2، الان اجازه داری جاگذاری کنی. چرا اولش اجازه نداشتی جاگذاری کنی؟ اینجا هم جاگذاری کردیم، شد صفر صفرم، دیدیم جاگذاری میکنیم داستان هنوز ناقص مونده، میگه خب صفر صفرمه، مبهمه، ابهامش رو برطرف کن. وگرنه اگه صفر صفرم نمیشد همونجا مشکلی نداشت که ما جاگذاری کردیم به مشکلی هم نمیرسیدیم، ولی جاگذاری کردیم بالا پایین هر دو صفر شدن، یعنی یه مشکلیه که تو باید ادامه بدی حلش کنی، نه باید همجوری ناقص ولش کنی. که به محض اینکه مشکل رو پیدا کردیم، یا که اون ایکس به هدو مشکل ما هم به محض اینکه پیدا کردیم، ظاهرش کردیم، حذفش کردیم، حالا از اون قسمت که باقی مونده میریم حد میگیریم، یعنی قسمت هایی که دورش دایره کشیدن، اینا دیگه صفر صفر روم تولید نمی کنن، پس مشکلی برای ما ایجاد نمی کنن. برای اینکه خیالم راحت شد که اینو یاد گرفتی، یه یعنی سوال از کنکور تجربی میخوایم بزنیم، اینم سوال کنکور بوده، یه سوال از کنکور تجربی میزنیم 37،
حاصل این حد وقتی x به سمت 2 بیشتر میل میکند کدام است؟ یا کن 2x2 به هم بگو ببینم مثلا قبل از هر چیزی بس برای که بریم قبل از هر چیزی خانم حسینی الان اینجا هم دوباره مرور میکنم قبل از هر چیزی بعد سراغ کی بریم اون قسمتی که براکت داره خب دوی بیشتر توش جا گذاری کن اول من اگه دو توی براکت بذارم دو ایکس دو میشه دو تا دو به توان دو یعنی دو تا چهار تا درسته؟ میشه هشت صحیحه صحیح رو باید حد چپ و حد راست جداگونه پیدا کنی مگر اینکه خود طراح مثلا فقط راست رو بپرسه ازت الان فقط خود طراح حد راست رو پرسیده خب من میرم اونو جاگذاری میکنم ببینید براکت دو تا دو بیشتر به توان دو مگه نمیگید دو ایکس دو خب ایکس تو بردار دو بیشتر بذار جاش پایین هم میشه ایکس به توان دو منهای پنج ایکس رو برده به شیش ایکس هم به سمت دو بیشتر بذار ببینید بچه ها یه دونه دو ایکس دو داریم این دو خورده ای به توان دو میشه چهار خورده ای درسته دو بیشتر یعنی یه ذره بیشتر از دو بعد دو خورده ای رو که به توان دو میرسونید میشه یه ذره بیشتر از چهار چهار خورده ای چهار خورده ای اگه ضرب در دوشه میشه یه ذره بیشتر از هشت بچه تا اینجا موافقید؟ تا اینجا موافقید؟ من دو بیشتر رو به جای ایکس گذاشتم خب بیا تو کامنت ها لطفا ببینم اتون دوی بیشتر رو به جای ایکس گذاشتم شد دو ضرب در دو خورده ای به توان دو یعنی دو چهارتا ولی یه ذره بیشتر از هشت یه ذره بیشتر از هشت میشه ایکس دو امن های پنج ایکس بله به شیش تا الان هیچ کاری انجام ندادیم فقط رفتیم براکت رو تعیین مقدار کردیم خانم حسینی خب الان براکت هشت و خورده ای چند میشه؟ ناکن اگه این هشت و خورده ای یعنی سمت راست براکت بگیریم میشه چند؟ هشت پس میشه لیمیت دو تا ایکس دو من های هشت خب به روی ایکس دو من های پنج ایکس و علاوه شیش ایکس به سمت دو خورده ایمن میکنه الان اگه شما دو رو بذارید هم بالا میشه صفر هم پایین میشه صفر بالا میشه دو چهار تا هشت من های هشت پایین میشه چهار من های پنج ضرب در دو و علاوه شیش ببین یا تازه الان میره میبینیم مشکل داره همون اولش که نمیرم جاگذاری کنم قدم اول اینه که شما براکت رو به کمک تعیین مقدار حذف کنید تو هر حدی که دیدید لابلای ایکس و اینات لابلای ایکس و ایکس به توان دو و کسرا و رادیکالا و اینات اگه یه دونه براکت دیدید سریع برو گیر بده به اون قسمت خود این عدد رو توی براکت جاگذاری میکنیم این گفته دو بیشتر رو جاگذاری میکنیم میشه هشت بیشتر براکت میگیریم میشه هشت عملا ما الان رسیدیم به این حد این الان یه مبهمه که باید رفع ابهام شه بچه تو صورتش از چی فاکتور میگیرید شما؟ تو صورتش از یه دونه بگو دو پس میشه دو تا ایکس دو من های چهار پایین هم ایکس دو من های پنج ایکس به علاوه شیش به من بدید ببینم عامل ابهام شما اینجا کیه؟ چه کسی بچه ها اینجا ابهام داره ایجاد میکنه؟ کی داره مزاحمت ایجاد میکنه؟ کی داره صفر میشه؟ این دو رو برای بیاد چند؟ میگه خب ایکس منهای دو من باید تلاش کنم ایکس منهای دو رو ظاهر کنم که حذفش کنم ظاهر کنم اول که بعد حذفش کنم میده خب صورت یه اتحال مزدوجه ظاهر میشه اتفاقا بیا سریع دیدمش ایکس منهای دو در ایکس برده به دو اگر بچه شما ایکس رو به سمت دو دارید میفرستید و مخرجتون که یک عبارت درجه دومه داره صفر میشه یعنی حتما توی تجزیهش x منهای 2 دارید اگه نمیتونی x منهای 2 رو ظاهر کنی یعنی تو تجزیه مشکل داری بعد بذاری بیشتر فکر کنی روش الان دو گذاشتم ایشون صفر شد یعنی چی؟ یعنی حتما x منهای 2 رو داره واقعا هم اگه دقت کنید دو تا عدد میخوایم که ضربش 6 جمعش 5 ضربش مثبت 6 جمعش منفی 5 اینا باشه دیدی ظاهر شد حالا حذفش کن بره شما بچه ها اگه ایکس ساعت الان ایکس رو اگه به سمت دو بفرستید دو ایکس صرف میکشم ببین این که هیچی دوه این دو به علاوه دوه که میشه چهار
این دو بین های سه که میشه منفی یک، پس میشه دو چهار تا هشت تا تقسیم بر منفی یک میشه منفی هشت. البته موقع حل تست نباید از این روش استفاده کنیم دیگه، یه روش کوتاه‌تر داره، ولی اینو بعد بلد باشید که روش کوتاه رو یاد بگیرید. ببین تا وقتی کسی روش های اصلی رو خب یاد نگیره نمیتونه بره تست سنگین ترش حل کنه. این مدل اول حرفای صفر صفر بدون، یعنی دو تا چند جمله بیان به هم دیگه تقسیم شن. مدل دوم مدل رادیکاله. بچه تو رادیکال ها مشکل دارید شما؟ چون اکثرا توی رادیکال ها دارم کامنتاتون رو میخونم. من رادیکال هم معرفی کنم بهتون کامل، بعد برم دیگه تست سنگین ترش حل کنیم با هم. تست سنگین تر اول رادیکال ها رو بگم. خوب دقت کنید دیگه، ما که گفتیم دیگه کامل همه رو یه دور ببینید. ببینید بچه ها، گاهی اوقات ایکس رو به سمت یه عددی میفرستید، صورت و مخرج هم صفر میشن ولی رادیکالی هم، یعنی صورت و مخرج هر دو صفر هم. آیا شما میتونی ایکس منهای یک رو این تو ظاهر کنی؟ این تو؟ از تو دل این یک منهای رادیکال چجوری میخوای ایکس منهای یک رو در بیاری؟ خب چیکار باید بکنم؟ برای رفع ابهام حدهای رادیکالی بچه ها برید صورت و مخرجش رو تو مزدوج عبارت رادیکالی ضرب کنید. صورت و مخرج رو توی مزدوج عبارت رادیکالی ضربش کنید، ببینید چه اتفاقی میفته. حالا من صورت و مخرج رو تو مزدوج ضرب میکنم، میشه لیمیته x به سمت یک بره پایین بچه ها مزدوجه، میشه اولی به توان دو منهای دومی به توان دو، رادیکالش پرید رفت. بالا میشه یک منهای ایکس در یک برمه رادیکال ایکس. خیلی راحت، فقط یه چیزی تو ذهنت باشه، هم میتونی بگی ایکس منهای یک عامل ابهامه ایکس منهای یک، و هم میتونی بگی یک منهای ایکس عامل ابهامه، اصلا فرقی نداره. بعد ببینید توی اون مسئله کدومش تونستی راحت تر ظاهر کنی. فرقی نداره که وقتی ایکس به سمت یک میره هم این داره صفر میشه، پس عامل ابهام منهای یک منهای یک میشه صفر، هم این داره صفر میشه یک منهای ایکس. فرق نداره پس یک رو برداری ببر این طرف یا ایکس رو برداری ببر این طرف، بستگی به اون سوال داره. ببینید مثلا توی این سوال یک منهای ایکس خیلی راحت ظاهر شد، پس دیگه واقعا مگه آدم اسکله بره یه منفی فاکتور بگیره که چون ایکس منهای یک رو میخواد ظاهر کنه، بعد میرن یه منفی فاکتور میگیرن میگن منفی x منهای 1، یه منفی هم اینجا فاکتور میگیرن منفی x منهای 1، بعد همه رو میزنن میره. اما تو که میخوای همه رو بزنی بره، چه کاری پس بری منفی فاکتور بگیری؟ پس عامل ابهام فرقی نداره که عدد رو بیاری این ور یا x رو بیاری، تا بستگی به اون سوال داره هر کدوم راحت تر بودی. خب الان کی باقی مون؟ این از این چیزی که باقی مونده بچه ها حد میگیریم، x رو به سمت 1 میترسیم، یک به علاوه یک میشه چند؟ دو. خب حالا ممکنه یه ذره بخواد بیشتر اذیتت کنه، این سوال رو نگاه کنید، این سوال کنکور بوده تو همین جزوه هستش، این هاش سوال 39، سه منهای رادیکال دو ایکس به علاوه یک. خوب دقت کنید که نهایت آزارش رو دیدن، بروی دو منهای رادیکال ایکس. اگه بخوام توی امتحان پایان ترمتون چنین چیزی رو بدن، یعنی دو تا رادیکال بدن، یعنی خواستن اذیتتون کنن. خب بچه‌ها از قبل از هر چیزی جاگذاری کنید ببینید صفر میشه یا نمیشه. من اگه 4 رو بذارم بالا، دو تا 4 تا 8 با 1 میشه 9، پس بالا میشه 3 منهای رادیکال 9. اینو همیشه تو ذهن داشته باش، اول جاگذاری کن شاید بدون مشکل باشه. بعد پایین هم من 4 رو میذارم میشه 2 منهای رادیکال 4، بالا بچه ها میشه 3 منهای 3، پایین میشه 2 منهای 2، 0 0 رو آها. الان خیالم راحته که یه مشکل وجود داره، ولی وقتی هنوز جاگذاری نکردم نمیدونم اصلا حتی مشکل داریم یا نداریم. الان میدونم مشکل داره و میدونی من بعد بریم چی کار انجام بدیم. خب پس من این قسمت 0 0 رو میشه پاک میکنم، ببین میخوام چی کار انجام بدیم. اولا شما توی این سوال دو تا مزاحمت دارید میبینید،
یه رادیکالی تو صورت وجود داره، یه عبارت رادیکالی هم تو مخرجه. معمولا رادیکالی ها یا فقط تو صورت بودن یا فقط تو مخرج بودن، ولی اگه یکم بخواد آزارت بده هم تو صورت میذاره هم تو مخرج میذاره. خب نفرس یک مرتبه صورت و مخرج رو تو مزدوج عبارت مخرج ضرب کن. خب یه بار صورت و مخرج رو تو مزدوج رادیکال مخرج ضرب کن، این یه موضوع. یک بار صورت و مخرج رو تو مزدوج این ضرب کن. ببینید یه ایرادی که بچه‌ها دارن اینه، همیشه تو ذهنشون از بچگی این بوده که رادیکال تو مخرجه، بعد میرن مخرج رو گویا میکنن. یادتونه تو نهم هم معمولا اینجوری بودی. اتفاقا یه چیزی بهتون بگم، همین امسال توی کنکور 1400 سوالی داده بود تو هندسه. بچه ها نگاه کنید، میرسیدم به این، میتونید بگید اصلا سوال هر دو سوال آخر کنکور 1400 خارج از کشوره. این سوال بود، سه منهای دو رادیکال بود. این جواب درست بود، خیلی جالبه ها، ولی جواب درست تو گزینه ها نداشته بود. میدونید چی کار کرده بود؟ من قبل اینکه سوال هرگانه مزدوج کردنه ببین، همیشه شما عادت دارید رادیکال تو مخرج باشه، برای اینکه قیافش رو بهتر کنید برید صورت و مخرج رو تو مزدوج ضرب کنید. موافقید؟ تو نهم و دهم اینا رو زیاد دیده دیگه. ولی جالبه که شما امسال اگه این سوال حل میکردی این نبود. ببین ذهن مریضشون رو، این بود صورت مخرج اومده بود تو مزدوج ضرب کرده بود، بعدن تو گزینه‌ها گذاشته بود. مخرج میشه سه بعد دو رادیکال دو. صورت بچه ها این و این مزدوج هم، اولی به توان دو میشه چند؟ میشه نه. دومی به توان دو میشه چند؟ بگید. دو رادیکال دو رو اگه به توان دو برسونیم چند میشه؟ چهار تا دوتا هشت. نه منهای هشت میشه یک، ضرب در 16. اینو تو گزینه ها گذاشته بود. پس فکر نکنید که اگه مثلا به چنین جوابی رسیدید بعد تو گزینه ها نبود یعنی غلطه. نه خیر، اصلا ممکنه طرح دلش بخواد صورت و مخرج رو تو مزدوج عبارت رادیکالی ضرب کنه. یعنی میخوام این تو ذهنت باشه این موضوع که ممکنه عبارت رادیکالی تو صورت باشه. اصلا چرا فکر میکنه بعد همیشه تو مخرج باشه؟ الان شما یه عبارت رادیکالی تو صورت این کس دارید، میخواد از شرطش خلاص شید. خب چه شکلی تو مزدوج ضرب میکنم؟ بیا سه بعد به رادیکال دو ایکس بعد به یک، سه بعد به رادیکال دو ایکس بعد به یک. مزدوج یعنی چی؟ یعنی دو تا عبارته یه جور، میبینید یه جور یه جور، یه بار بینش مثبته یه بار بینش منفیه. پس یه غلط دیگه که معمولا بچه‌ها دارن اینه، میاد این مثبت این زیرو میکنه منفی. میگم خب چرا؟ میگه خب مزدوج دیگه. عزیز من مزدوج اسمش روشه آ منهای بی، آ به علاوه بی، یعنی آ و بی که تغییر نمیکنن، فقط علامت بینشون تغییر میکنه، علامت بینشون. من دیگه تمام مشکلاتی که داریدم به صورت احتمالی دارم الان اینجا میگم، بریم حلش کنیم ببینیم چیه. نگاه کنید خوب گوش کن، این با این مزدوجه، قبول دارید؟ این با این مزدوجه. صورت و مخرج یه بار تو مزدوج این صورت ضرب و تقسیم کردیم، صورت و مخرج یه بار تو مزدوج این مخرج ضرب و تقسیم کردیم. چرا؟ چرا؟ بچه ها عامل ابهام ما مگه x و 4 نیست؟ بگید ببینم، سه یه بار اینجا بنویسم، یه چرا همیشه تو ذهنت بذار. عامل ابهام شما هم میتونه x منهای 4 باشه، هم میتونه یا میتونه 4 منهای x باشه. آیا شما تو صورت میتونی چنین چیزی ظاهر کنیم بدون مزدوج کردن؟ میتونی؟ حالا تو صورت چنین چیزی داره میبینیم؟ نه. آیا تو مخرج شما چنین چیزی رو میبینید؟ مثل اتحاد قلبی خیلی راحت؟ نه نمیبینیم. برای اینکه بتونیم ببینیم مزدوج یه ترفند خیلی جالبیه به ما کمک میکنه. میگه اوکی اگه نمیتونی توی تجزیهش x منهای 4 یا 4 منهای x رو ظاهر کنی، فرو صورت و مخرجش تو مزدوجش ضرب کن. خب مزدوج کردم، اولی به توان دو میشه 9 منهای پرانتز دومی به توان دو. توی مخرج بچه ها این دوتا مزدوجن، اولی به توان دو میشه 4، دومی به توان دو میشه x. خب بقیهش
تو صورت کی باقی مونده که با کسی وارد اتحاد نشده؟ با کسی وارد اتحاد نشده این وسطیه. تو مخرج چی؟ این آخریه. اینا صفر هم نیستن، میبینی؟ اگه دقت کنی صفر هم نمیشن اینا، یعنی اینا مشکلی ندارن، اینا مشکلی نداره. خب بریم رفع ابهامش انجام بدیم. بچه ها شما توی صورت کسرتون اگه دقت کنید 9 منهای 2 ایکس منهای 1، 9 منهای 1 میشه 8، یه 8 منهای 2 ایکس داره، یه 4 منهای 2 ایکس. این قسمتی که باقی میمونه رو هم میتونی همین الان ایکس رو به سمت 4 بفرستی و مثلا بگی عددش هم میشه، چون مطمئنن صفر نمیشه، مطمئنن اون قسمتی که وارد اتحاد نمیشه صفرم نمیشه، بهش میگیم ضریب غیر صفر. یه بار نگاه کنید به عنوان بیشتر بدانید چیز جالبیه. نگاه کنید، این نمیره. نگاه کنید خانمان، این دوتا اتحاد مزدوجه، این تو صورت وارد اتحاد نشد، همینجوری باقی مون دیگه با کسی که اتحاد مزدوج تشکیل نداره. تو مخرج این دوتا اول تشکیل اتحاد دادن، این سبزه وارد اتحاد نشد. اگه وارد اتحاد نمیشه میتونی ایکس رو مثلا به 4 میل بدی و جا گذارش کنی، چون صفر نمیشه، بالا میشه 2 بعد به رادیکال 4، پایین میشه 3 بعد به رادیکال 9. اینو بدونید اگه داری صورت و مخرج تو مزدوج ضرب میکنی، اون دوتایی که مزدوجن که هیچی دیگه اتحاد تشکیل میدن، اون یه دونه که تک میفته و خودشو وارد هیچ اتحادی نمیکنه صفر نمیشه و اجازه جاگذاری داری براش. خب بچه ها تو صورت از چی میشه فاکتور گرفت؟ تو صورت از چی میشه فاکتور گرفت؟ از یه دونه دو، یه دو اگه فاکتور بگیری میشه 4 منهای ایکس. خب از این طرف 2 بعد به رادیکال 4 میشه 4، 3 بعد به رادیکال 9 یعنی 3 و 3 میشه 6. اینم عامل ابهامی که هست شد رفت. از کجا فهمیدیم عامل ابهام؟ از اینجا، وقتی که x به سمت 4 میل میکنه هم میتونی بگی x منهای 4 عامل ابهام، هم میتونی بگی 4 منهای x عامل ابهام، یعنی فرقی نداره تو x رو بیاری این ور یا 4 رو بیاری این ور، اصلا فرقی نمیکنه. همونطور که الان دارید میبینید عامل ابهاممون 4 منهای x ظاهر کردنش برای ما راحت تره. خب یه 2 داریم، یه 4 داریم، یه 6، این با این میره میشه 4 سوم. این روش تشریحی حل مسائل مربوط به حده. خب این روش تشریحیشه. اگه اوکی یه نقطه بزنید لطفا، اگر نه من یه دیگه سوال براتون حل کنم بعد وارد روش کوتاهش بشم. این صفحه قبلش هم ببینید بچه، کامنتاتون رو دارم میبینم، کامنتاتون رو دارم میبینم. یه بار نگاه کن، صورت مخرج تو مزدوج این ضرب رو تقسیم کردیم، یه بار صورت مخرج تو مزدوج این ضرب رو تقسیم کردیم. این دوتا اتحاد مزدوجن، این دوتا اتحاد مزدوجن. تو صورت اونایی که دورش سبز کشیدن تو صورت مخرج، اینا وارد اتحاد نشدن، شما میتونی ایکس رو به سمت 4 همون اول هم میل بدی، یعنی نیازی نبود حتی این مرحله رو بنویسید. خب این دوتا که مزدوجن، اولی به توان 2 میشه 9، منهای دومی به توان 2، پایین هم این دوتا مزدوجن، اولی به توان 2 میشه 4، منهای دومی به توان 2 یعنی ایکس. اون سبزا رو نگاه کن، اگه x رو به سمت 4 میل بدی صفر نمیشوند، اگه صفر شدن یعنی اشتباه رفتی. خب صفر نمیشن، 2 به علاوه رادیکال 4، 3 به علاوه رادیکال 9 که جاگذاری کردمش اینها. بالا هم یه دو فاکتور گرفتیم، عامل ابهاممون به راحتی حذف شد رفت. حله بریم روش کوتاه رو بهتون بگم برقاتون بریزه. خب من اول روش مدرسه ای گفتم، شما میتونید تستاتون رو با این روش هایی که الان میگم حل کنید، میتونید جواب آخر مسائل پایان ترم میتونم با این روش چک کنید. تو کاغذ اجازه ندارید بنویسید تو پایان ترم. خب تو پایان ترم اجازه نوشتن اینا رو ندارید. یک قواعد، البته حد خیلی نکته داره، اونایی که شاگرد منم میدونن که من یک ماه حد درس میدم، الان اون یک ماه دارم زیپ میکنم تو یه ساعت دارم به دیار میدم، پس آره دیگه یکم خودت هم باید صبور باشی. به روش معادل سازی هم میشه، میشه میشه. نگاه کن، قواعد مشتقگیری. بچه ها مشتق یکی از فصل‌های کتاب دوازدهمه که یک صدومش رو الان میخوام به دیار بدم.
فکر نکنید الان کتاب 12 دارید میخونید، نه، یه سری قواعد مشتقیریه، یه 3-4 تا میخوام قانون یاد بگیریم، همین. فکر نکنید دارید 12 میخونید، 12 این خودش 1.5 ماه طول میکشه. این فصل، فصل 4 کتاب 12، ما فقط قواعدش رو میخوام مرور کنیم با هم به صورت کلی. بچه ها مشتق به معنی شیبه. خب شیبش میشه چند؟ 0. به شیبش میگیم مشتق. نماد پریم، پریم که میذارم داری داری مشتق گیری میکنیم. اگر شما یک عدد ثابت داشتید، کا یک عدده، مشتقش میشه چند؟ میشه 0. اگر شما مثلا داشته باشید ایگرگ مساوی 2x، بچه شیبش چند میشه؟ شیبه این خط تو 8 و 9 دیدید دیگه، 9 شیبه این خط میشه چند؟ میشه 2. اصطلاحا میگیم مشتق شده 2، مشتق شده 2. اگه به صورت کلی یه عددی بیاد تو x شما ضرب بشه، خیلی مهمه ها، مشتقش میشه چی؟ میشه همون عدده، یعنی چند؟ یعنی کا. مثلا 2x میشه 2، 3x میشه 3، منفی 2x میشه منفی 2. بچه ها منفی x میشه چند؟ منفی x میشه چند؟ شیبش چنده؟ منفی، خیلی دقیق گوش کن لطفا، منفی x میشه منفی 1. مثلا 2 منهای x میشه چند؟ 2 منهای x. دارم مشتق میگیرم، میگیم مشتق عدد که هیچی، 0. مشتق منفی x میشه منفی 1. یعنی خب مشتق این عدد 2 میشه چند؟ میشه 0. مشتق منفی x میشه چند؟ میشه منفی 1. منفی 1. خب یه موضوع اینم بگید، مثلا x دوم میشه چند مشتقش؟ x دوم، x دوم یعنی 1/2 x. x دوم که کسری نیست که، بوده 1/2 x. خانوما چی میشه؟ بچه ها گرم من دارم میپذارم اینجا، این هم داره گرمه اینجا میزد صورت هم. 1/2 منفی 1 کار کجا بودی خوده؟ یه کجا این منفی 1 وجود داره؟ الان ما برای تو ببرم اسمتو بگم، 1/2 x چند میشه؟ نورانی شدم؟ خیلی زودتر با میکردی 1/2. حالا یه چیز دیگه، این یه قانون، این یه قانون، x به توان m، فرض کن x به توان 2, 3, 4, 5 اینا، مشتق این چی میشه؟ میشه m x به توان m منهای 1. یعنی این توان رو بردار بیار پشت، یه دونه ازش کم کن، توان رو بردار بیار پشت، m یه دونه از توانت کم کن. مثلا x به توان 2 میشه 2 تا، بیار پشت 2 رو یه دونه ازش کم کن، 2 تا x به توان 1، x به توان 2 مشتقش میشه 2 تا x به توان 1. مثلا x به توان 3، بگو x به توان 3 چی میشه مشتقش؟ میشه 3 تا x به توان چند؟ 2. 3 تا x به توان 2. مثلا x به توان 4 منهای x به توان 5، منها، منها مشتق x به توان 4. بچه ها گوش کنید، ارزش یادگیری داره، خیلی روش باحالیه. مشتق x به توان 4 میشه 4 تا x به توان 3، یعنی 4 رو بردار بیار پشت، یه رو از توانش کم کن، 4 تا x به توان 3. مشتق x به توان 5، 5 رو بردار بیار پشت، میشه 5 تا x به توان 4. یه دونه دیگه هم من اینجا بنویسم، مثلا x2 منهای x به علاوه 1، میخوام از این بگیریم. بچه اولی شما بگید مشتق x2 چی میشه؟ x2 میشه چند؟ 2x. مشتق منفی x چی میشه؟ منفی x میشه منفی 1. منفی x میشه منفی 1. مشتق مثبت 1 میشه چند؟ مشتق عدد میشه چند؟ 0. حالا یه مرور کنیم بعد بریم توی مسائلش ببینیم به چه دردی اصلا میخوره.
فرده رو میشه بکشید کامل بگشید. ببینید پس مشتق عدد ثابت، مشتق عدد ثابت میشه صفر. یه موضوع این خیلی مهمه، kx مشتقش میشه k، منفی x میشه منفی 1، 2 منهای x میشه منفی 1. بچه ها 3x میشه چند مشتقش؟ 3x یه عددی توی x ضرب شده میشه چند؟ 3. ولی به چه درد میخوره؟ یک ریاضیدانی بود به نام هوپیتال، یه ریاضیدانی به نام هوپیتال اومد گفتش که برای رفع ابهام قطعهای صفر صفر هم به صورت قضیه خیلی گسترده و پیچیده تر از این حرفاست که ما داریم میگیم، من در حد دبیرستانش رو دارم بهتون میگم، برای رفع ابهام حدهای صفر صفر هم به جای تجزیه و حذف عامل صفر شونده و توی صورت و مخرج مزدوج ضرب کردن و این قصه ها، بیاد از صورت و مخرج به صورت جداگونه مشتق بگیرید. مشتق بگیرید نگاه کن x2 منهای 5x به علاوه 6، این خیلی سواله که امروز حل کردیم، x3 به علاوه 4 x2 به علاوه x به علاوه 4، x هم به سمت منفی 4 میل کرد، منفی 4 صورتش نیم فقط صورتش رو درست کنم، صورتش هم از x2 به علاوه 3x منهای 4، این هم صورتش بود. اگه دقت کنید هم بالا صفر میشد هم پایین، یعنی اینو ما یه بار کنترلش کردیم، بالا میشه 16 منهای 12 منهای 4، پایین میشه منفی 64 مثبت 64 منهای 4 به علاوه 4، یه بار چک کردیم دیگه عقب کردیم. خب حالا از صورت و مخرج جدا جدا مشتق میگیریم، این اچ رو در واقع به پاس زحمات گیوم د لوپیتال اسم ریاضی دانش بوده که ما بهش میگیم هوپیتال، به خاطر همین به یاد اون وقتی که داریم از این روش استفاده میکنیم یه اچ بزرگ میذاریم روی مصابیمون، یعنی ما داریم از روش این استفاده میکنیم، از روش هوپیتال، از صورت و مخرج به صورت جداگونه مشتق میگیریم. خانم مشتق x به توان 2، بیا تو کامنت دیگه، بیا تو کامنت با هم مرور کنیم، مشتق x به توان 2 میشه 2 تا x، آفرین، مشتق 3x، مشتق 3x میشه 3، مشتق منفی 4 میشه 0، پایین مشتق x به توان 3، بگو x به توان 3 میشه 3 تا x به توان 2، 3 تا 3 تا x به توان 2 یه رو نداشت کم میکنه. بعد این رو نگاه کن، 4 x 2 چی میشه مشتقش؟ تو بگو خود x به توان 2 میشه 2 x، خب تو 4 ضرب میشه میشه 2 تا، درسته؟ 8x 8x آفرین بچه ها فهمیدی چی شد؟ این 4x2 4شو نبین، مشتق x2 میشه 2x، ضرب در 4 میشه 2 4 تا میشه 8x. کلن اگه یه عددی اومد توی عبارت ضرب شد اون عدد عیناً توی مشتق عبارت شما هم ضرب میشه، یعنی مشتق x به توان 2 رو بگیر تو 4 ضرب کن، مشتق x رو بگو مشتق x x یک، مشتق چهار چی؟ عدد ثابت صفر، صفر دیگه نمی نویسم، دیگه نوشتن صفر واقعا ضایعه است. بیا الان ایکس رو به سمت منفی چهار میل میدم، بالا میشه دو چهار تا منفی هشت به علاوه سه، اینو دو ضرب در منفی چهار به علاوه سه میشه منفی پنج، پایین نگاه کن پایین 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 پایین، سه ضرب در منفی چهار به توان دو یعنی سه تا 16 تا 48 تا، 8 ضرب در 4 32 به علاوه 1، بچه 48 به 32 میشه 16 با 1 جمع میشه میشه 17، دقیقا همین سوال عقب تر کرده بودیم و به عدد 17 رسیده بودیم، اگه همون سوال باشه عقب تر براتون حل کرده بودم. بیاریمش این سوال، آها تو خود جزوه حل کردیم، تو خود جزوه بریم عقب‌تر، این روش منفی 5 17 هم این روش تشریحیش بود، ما دسته بندی کردیم و این داستانه مختلف رو اینا رفتیم،
حالا میتونید ممکنه مدرسه ازتون بپرسه این سوالا رو یکم سخته. میتونید با هوپیتال برید. من چند تا پشت سر هم برای شما هوپیتال رو میکنم ببینید دیگه. چند تا پشت سر هم هوپیتال رو میکنم ببینید. توی این اومد از صورت و مخرج به صورت جداگونه مشتق گرفتیم توی این سوال آخریه. نگاه کنید. مشتق کوشش. یه سوال خوب ازش حل کنم. مثلا 2x2 منهای 8 x2 منهای 2x همون سوالی که عقب‌تر هم کرده بودیم فاکتور گیری کردیم همون سوالی که براکت و این نذاشت بچه شما دو رو از اون جایگذاری کنید اینجا دو رو بذار بالا میشه دو تا چهار تا میشه 8 منهای 8 خب میشه 0 پایین بیه جایگذاری کن میشه 4 منهای 4 میشه 0 ببین چون که 0 0 روم هست اجازه استفاده از قاعده هوپیتال رو دارید از بالا مشتق بگیر بگو ببینم مشتق 2x به توان 2 میشه چند بیا تو کامنت ها بنویس مشتق 2x2 میشه چند 4x مشتق منفی 8 میشه چند 0 هوپیتال میگه به جایی که بری فاکتور گیری کنی و عامل ابهام ظاهر کنی کافی از صورت کسر مشتق بگیری از مخرج کسر مشتق بگیری بعدن بری حدش رو حساب کنی خب پایین مشتق x به توان 2 میشه 2 تا x به توان 1 و مشتق منفی 2x کلدن مشتق kx میشه k منفی 2x مشتقش چی میشه؟ شیبش چند؟ شیب مشتق یعنی چی؟ شیب شیب خط درسته؟ وقتی یه خط داری شیبش میشه چند منفی 2 اینجا حالا x رو به سمت 2 میل میدم بالا میشه 4 2 تا 8 پایین میشه 2 2 تا 4 منهای 2 پس میشه 8 دوم یعنی 4 یا یه دیگه از این سوالی که توی جزوه حل کرده بودیم این براکتیه 2 تا x به توان 2 همین بود دیگه فکر میکنم بریم تو خود جزوه اینو که حل کردیم هیچ یه نه دیگه هر کنیم رادیکالیه را بهتون بگم یه نه دیگه ببینیم نگاه کن x به توان 3 مثبت x2 منهای x و منهای 1 x به توان 2 در به 6 x منهای 7 بچه همون سوالی که درس رو باش شروع کردم و اینا خب برای هوپیتال چیکار میکنیم؟ میگه اول براکت رو تعیین مقدار بکنیم از شرط براکت خلاص بشیم بعدا بریم هوپیتال بزنیم آره اول براکت رو حذف کنید یعنی ببینید مثلا دو بیشتر بدی براکت چند میشه اول براکت رو پیدا کن ببین چند میشه بعدا برو هوپیتال بزن نکته مهمی هم بود خب الان ایکس رو به سمت یک بدیم مطمئنیم که صفر میشه یعنی بالا میشه یک به علاوه یک منهای یک منهای یک صفر پایین میشه یک به علاوه شیش منهای هفت پایین هم صفره چون الان خیالم راحته پس میتونم از قاعده هوپیتال استفاده کنم در غیر این صورت اجازه استفاده ازش رو نداریم بچه ها ایکس رو به سمت یک میدیدم خب ایکس به توان سه بگیر رادیکال هم بهتون میگم جلو تا بعد از این میخوام رادیکال یاد بدم رادیکال یاد بدم بعدش دیگه میتونید تشریف ببرید سه ایکس دو مشتق x به توان 2 بیاد عقب میشه 2x1 مشتق منفی x منفی x میشه منفی 1 مشتق خود منفی 1 چی میشه؟ خود منفی 1 به عنوان یه عدد مشتقش صفره صفره دیگه نمیدونیسی پایین مشتق x به توان 2 میشه 2x مشتق 6x میشه چند؟ 6 و منفی 7 رو بگو چند میشه؟ منفی 7 و 0 خب من ایکس رو به سمت 1 میل میدم بیا ایکس رو به سمت 1 اگه میل بدید بالا میشه 3 و علاوه 2 منهای 1 پایین میشه 2 و علاوه 6 پس بالا میشه 4 پایین میشه 8 یادتونه این همون حد دست آشدیه دوم جواب آخرش خیلی روش با حال خفنیه سریعتر اونا به جواب میرسونه البته شما توی پارنتر بتون به کمک این روش میتونید فقط کنترل کنید ببینید جواب آخر درست پیدا کردید یا نه خیلی دقت کنید این توی حدای 0 0 روم به درد ما میخوره خب
براکت هم ازش براکت و مقدارش رو تعیین کن، بعدا اوپیتال بزن دیگه. وقتی که براکت رو حذف میکنی به یه حد صفر صفر رو میرسی، بعدش اوپیتال بده. این رو نگاه کنید. حالا ممکنه بگید خب رادیکالی ها رو چی کار کنید؟ مشتق به رادیکالی ها، مشتق به رادیکال، مشتق رادیکال یو. یو یه عبارتیه که توش ایکس رو اینا داره، مثلا ایکس به توان دو منهای دو ایکس، مثلا ایکس به توان دو منهای یک، مثلا یک منهای ایکس، دو منهای ایکس، عباراتی بر حسب ایکس. مشتقش اینطوریه، میگی مشتق زیر رادیکال تقسیم بر دو برابر خود رادیکال، مشتق زیر رادیکال تقسیم بر دو برابر خود رادیکال. نگاه کن، بچه مشتق زیر رادیکال چنده؟ عبارتی که زیر رادیکال قرار میگیره رو مشتقش رو بگیر بذار تو صورت بشه چند؟ یک. این میشه مشتق زیرش، مشتق زیرش یعنی مشتق زیر رادیکال به روی دو برابر خود رادیکال، مشتق زیر رادیکال تقسیم بر دو برابر خود رادیکال. یه چند تا بریم ما ببینیم. یک منهای ایکس. بچه مشتق این زیر چنده؟ مشتق زیر رادیکال چنده؟ خود یک میشه چند؟ مشتقش میشه صفر. بعد منفی ایکس میشه چند مشتقش؟ منفی ایکس مشتقش چنده؟ منفی یک. آفرین. پس میشه منهای یک، صفر منهای یک، مشتق زیرش، نه مشتق زیرش، زیر کی؟ زیر رادیکال دیگه، به روی دو برابرش، دو برابر رادیکال. این میشه مشتق رادیکال های فرجه دو. یه دنه دیگه ببینیم. x2 منهای 3x مشتق زیرش، بچه ها مشتق x2 میشه 2x، مشتق منفی 3x میشه منفی 3. پس شد مشتق زیرش، مشتق زیر رادیکال به روی دو برابر خود رادیکال، مشتق زیر رادیکال به روی دو برابر خود رادیکال. خب حالا بچه دردی میخوره ناکام. ببین سه منهای رادیکال دو ایکس بر به یک. دیدی دیگه این سوال چقدر طولانی بود تشتهش؟ اینو دیدی دیگه؟ یه بار صورت و مخرج رو تو مزدوج این صورت ضرب کردیم، یه بار صورت و مخرج رو تو مزدوج مخرج ضرب، خیلی هم طولانی شد. خب سف سفرومه، چون که سف سفرومه میتونیم اوپیتال بزنیم. خوب گوش کن، اوپیتال یعنی از صورت مشتق بگیر، از مخرج هم جدا مشتق بگیر، بعدا برو حدش رو پیدا کن. خب بچه ها مشتق سه میشه چند؟ صفر. مشتق سه میشه صفر. مشتق این رادیکال دو ایکس به علاوه یک میشه مشتق زیر رادیکال چند؟ بچه ها مشتق زیر رادیکال، مشتق دو ایکس میشه چند؟ مشتق دو ایکس میشه دو. مشتق یکه میشه چند؟ مشتق عدد آفرین صفر، صفر. مشتق زیرش به روی دو برابرش، دو برابر خود رادیکال. همین کار رو بیا تو مخرجم انجام بدیم. مشتق دو میشه صفر منهایر، یعنی دقیقا چهار جلسه تو مدرسه طول میکشه این کارا، چهار جلسه. دوباره باید بشینید ببینید فیلمشو. مشتق زیرش چنده؟ یک. مشتق زیر رادیکال میشه یک به روی دو برابر خود رادیکال. خب الان که مشتق گرفتی برو جاگذاری کن، تمام. این دو هم با این دو بره میشه یک، دیگه ساده تر هم بنویس. بچه ایکس رو به سمت چهار اگه بفرستیم، بالا یه یک مون، پایین دو چهار دو هشت و یک میشه نو. دوباره این هم اگه چهار بذارم رادیکال چهار میشه دو، تو دو هم ضرب میشه، دور در دور نزدیک در نزدیک. این منفی یک سومه، اول ساده کن. رادیکال چهار میشه دو، دو دوتا میشه چهار تا، دور در دور نزدیک در نزدیک چهار سوم. این همون چهار سومیه که برای سه چهار خط نوشتیم ها، این همون چهار سومیه که سه چهار خط درش نوشتیم. پس از صورت جدا مشتق بگیر، سه میشه صفر منهای مشتق زیر رادیکال میشه دو تقسیم بر دو برابر خود رادیکال یعنی دو ایکس به علاوه یک. پا
پایین مشتق دو میشه صفر، منهای مشتق رادیکال ایکس فرج دو میشه مشتق زیرش یعنی یک به روی دو برابرش. حالا ایکس رو به سمت چهار میل بده. فقط دیدی این دو هم چون عین هم بود ساده کردیم رفت. اول ساده کنیم بعد جاگذاری کنیم راحت تر هم هست. چهار رو گذاشتم دو چهار تا هشت پایه میشه نو. این هم چهار رو اینجا هم گذاشتم رادیکال چهار میشه دو 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 تا چهار تا دور در دو نزدیک در نزدیک منفی ها میرم میشه چهار سفون. یه نزدیک بزنم سف سف رومه سف سف رومه هوپیتال بزنیم. بیاد یه اینو بگم که یه دونه رادیکال فرج 3 هم ببینید که بچه ها پرسید آقا اگه رادیکال فرج 3 بود بعد چی کار کنیم. بچه ها مشتق بالا میشه چند اینو بگید من خیالم راحت یاد گرفتید. مشتق یک که صفره، مشتق منفی ایکس میشه منفی یک، پایین مشتق یک میشه صفر، مشتق رادیکال ایکس خط کسری، رادیکال ها مشتقشون کسریه، مشتق زیرش چنده؟ مشتق زیرش، مشتق زیر رادیکال یک به روی دو برابرش، مشتق زیر رادیکال تقسیم بر دو برابر خود رادیکال، بالا منفی یکه، پایین یک بذار میشه منفی یه دوم، دور در دور نزدیک در نزدیک میشه دو. این همونی که بود که براش خیلی اومدیم نوشتیم و اینا. این هم مشتق رادیکال فرجه دو. یه چیز دیگه هم بگم، حالا شما یه تا اینجا اومدید آخریش هم ببینیم. اگه فرجه سه بود بعد این کار رو بکنیم، مشتق زیرش رو می‌نویسی یو پریمو سه تا ریشه سوم یو دو، یعنی این سه با این سه یکیه، توان زیر رادیکال یه دونه از فرجه کمتره. خب مثلا نگاه کن، مشتق زیرش میشه یک یو پریم به روی سه تا ریشه سوم، یعنی سه تا رادیکال فرجه سه ای دو. دو یادت نره، نگاه کن این سه باشه این بعد یه نزده کمتر باشه دو. مثلا ریشه سوم x2 منهای 4x مشتق بگیریم. بچه ها مشتق زیر رادیکال بنویسید برام تو کامنت ها، مشتق زیر رادیکال بنویسید، مشتق زیر رادیکال میشه 2x منهای 4، مشتق زیر رادیکال میشه 2x منهای 4. خب میشه u پریم سه تا ریشه سوم نکن سه سه یو دو، سه سه یو دو این دوتا این هم هنی یه رو نزدش کمتره سه سه یو دو تمام. یه رو سوال کنکور تجربی ازش های کنم 98 نگاه کنید از رادیکال فرجه سه ببینیم. یه سوال از رادیکال فرجه است. نکته خیلی زیاد داشت دیگه، هم ارزی و اینا هم بود. حالا در این حد که امتحان با اینترویو بدید این روش خوبی بودش. نکات زیاد داره حد. یک ماه من حد درس میدم. نکات حد این عبارت کدام است؟ بچه ما منفی 8 تا بذاری بالا میشه 64 منهای 80 به علاوه 16 بالا صفره. بعد اول مطمئنشیم که صفره، الان بالا صفره، پایین چی؟ 12 به علاوه 6 تا ریشه سوم منفی 8، ایکس رو دارم به سمت منفی 8 میل میدم. خب ما الان صورت کسر رو چک کنیم 64 و 16 میشه 80 منهای 80 بالا صفره، پایین هم صفره. بیاد به عنوان آخرین سوال این همه با هم دیگر کنیم بریش تشریف ببریم. نگاه کنید چون من همین الان کلاس بعدی شروع شده x2 به علاوه 10 x به علاوه 16 12 به علاوه 6 تا ریشه سوم x. بچه ها این اینستا من رو حتما دنبال کنید، اینجا آیدیشو نوشتم حتما امید چیز نجات آن دیده بیادید که اگه فیلمی محتوای چیزی برای پایان ترمتون توی کانال گذاشتم به صورت کامل رایگان دانلود کنید، فیلم های مشابه پایان ترم رو ببینید یا آزمونه قلمچی و اینا رو توی در واقع پیجم توی اینستا تحلیل میکنم همه رو داشته باشید حتما. ببینید بچه ها بالا پایین هر دو صفرن، چون صفرن
یه هوپیتال هم بزنم. خوب دقت کن، تشریحش خیلی طولانیه. مشتق ایکس به توان دو چی میشه بچه ها؟ مشتق ایکس به توان دو میشه دو ایکس. مشتق ده ایکس چی میشه؟ ده ایکس میشه ده. مشتق 16 چی؟ صفر. مرسی. پایین مشتق 12 صفر. بعد بگیر ببین یه عدد داره تو رادیکال ضرب میشه. گفتم اگه عدد ضرب شد عدده رو بنویس. خب 6 تا خب حالا از این مشتق بگیر یو پریم رادیکال فرج 3 دیگه. اگه خیلی بخواد بچه رو اذیت کنه فرج 3 میده. 3 تا ریشه 3 این رادیکال به توان 2. حالا کافیه منفی 8 رو بچه جاگذاری کنید. بالا این 2 ضرب در منفی 8 میشه منفی 16. با این 10 جمع میشه منفی 6. پایین هم یه 6 دارید. 1 به روی 3 تا ریشه 3 منفی 8 به توان 2. منفی 8 به توان 2 که میشه 64. حالا نگاه کنید دیگه ساده ساده شد دیگه رفتی به حد نداره. اینا رو با هم دیگه میزنم میره. بچه ریشه سوم 64 چنده؟ ریشه سوم 64 میشه چند؟ میشه چند؟ 4 رو سه زن کن میشه 12. دور در دور نزدیک در نزدیک منفی 12 و گزینه 3. این سریع ترین روش حل این سواله. زمین هم بدونید بعد نیست. ریشه سوم 64 میشود 4. من سعی کردم تو کمترین زمان ممکن بیشترین تعداد نکته رو بهتون بگم، بیشتر براتون مفید بوده باشه. بچه‌ها ریشه 4 رو اگه بود عین همونه میشه 4 یو 3. مخرجش میشه 4 یو 3. حله مواظب خودتون باشید بچه‌ها. اصلا نباشید. خوب بود کلاس یا نه؟ بنویسید نظرتون رو بازه. از آموزشگاه بگیرید. گرم من بود دیگه، گرم من بود. ممنون از شما. مرسی. ممنون. خسته نباشید. با آموزشگاه در ارتباط باشید. خدافظ.